ارسلان اشرفی، روزنامه نگار ورزشی از تهران همراه ما هستند. آقای اشرفی سلام عرض ادب. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن آرزوی قبولی طاعات برای همه بینندگان و دستاندرکاران شبکه معظم امام حسین علیه السلام و عرض تسلیت خدمت حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف و همچنین شیعیان و پیروان ایشون به مناسبت سال روز شهادت مولا الموحدین حضرت امیر المومنین علی علیه السلام در خدمت شما هستم. ممنونم، بزرگوارید. آقای اشرفی با هم گزارش بدین، اقدام سیستم قضایی عربستان پس از اقدام وزارت ورزش این کشور به بهانه شعار دادن طرفداران آن را چگونه ارزیابی میکنید؟ بفرمایید. خواهش میکنم، سعی میکنم خیلی کوتاه اشاره بکنم. در اساسنامه فدراسیون فوتبال جهانی فیفا بندهای مکرری وجود داره که هشدار داده نسبت به اینکه ارکان حکومتی و دولتی در قوانین به اصطلاح فیفا دخالت بکنن، در اداره فوتبال مملکت دخالت بکنن. یکی اینکه خب اینکه بخوان بست بدن موضوع رو اگر تخلفی صورت گرفته باشد که ما رو اون هم بحث داریم به مراجع قضایی خارج از فدراسیون فوتبال، خود این نقض قوانین فیفا هستش مشخصا و به صراحتا در بند 2 ماده 59 اساسنامه فیفا مصوبه 2016 اشاره شده و تصریح شده که مراجعه به دادگاه‌های عمومی ممنوعه و در ادامه حتی در جمله بعدی تأکید میکنه که حتی برای هر گونه اقدام موقت در صورت بروز تخلفاتی ناشی از فوتبال باز هم مراجعه به دادگاه‌های عمومی و قوه قضاییه و ارکان حکومت ممنوعه. همچنین در بند 15 اساسنامه فدراسیون‌های عضو که به اومده به صراحت در 3 تا تیتر مخلاصه‌وار عرض میکنم اشاره کرده، در بند الف بی‌طرفی فدراسیون‌های عضو فیفا در امور سیاسی و مذهبی، بند ب منع کلیه اشکال تبعیض و همچنین بند جیم مستقل بودن و جلوگیری از هر نوع دخالت از سوی ارکان حکومتی. شوربختانه فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش عربستان سعودی تمام این قوانین رو نقض کردن و این منافات داره با اون چه که اساسنامه. بله، چرا کارهای داخلی و بین المللی برای وادار کردن عربستان برای پایان دادن به اقدام‌های فراقانونی و ضد شیعه وجود داره؟ در مورد بحث راهکارهایی که غیرقانونی انجام شده در مورد مسائل مربوط به فوتبال، مشخصا عزیزانی که در باشگاه صفا هستن و همچنین هوادارانشون و همچنین رسانه‌هایی که آگاهی بخش هستن و روشنگر هستن میتونن به فدراسیون فوتبال جهانی فیفا عرضم حضورت که ایمیل بزنن و این موضوع رو گزارش بکنن و به اطلاع اونها برسونن و طبیعتاً فیفا نسبت به نقض حقوق بشر در این مسائل سکوت نخواهد کرد. در مورد آزار و اذیت شیعیان هم خب این مسئله هستش که آل سعود سالهاست، ده ها ساله که داره انجام میده در مورد شیعیان در همه امور مختلف، نه فقط فوتبال و ورزش. و عرضم بزرگ این هم با اون روح رپورمیز و اصلاحاتی که جناب آقای بن سلمان چند سال پیش گرفته در تضاد هستش و متناقض هستش. چیزه چریه آل سعود رو میتونه اقاب اصلاحات بر بیاندازه و روشن بکنه برای جامعه جهانی. بله، آیا این گونه اقدام های عربستان سعودی بر تصمیم فیفا نسبت به عدم صلاحیت میزبانی در جام جهانی 2034 تأثیر گذاره؟ صد البته که همینطوره و حتی میتونه پیامدهای بدتری هم برای عربستان سعودی داشته باشه، مثل منحل شدن و به اصطلاح تعلیق شدن فدراسیون فوتبال و همچنین وزارت ورزش عربستان از مسابقات بین المللی. نه تنها میزبانی های بین المللی ازشون میگیرن، حتی تیم های ملی اونها میتونه تعلیق بشه و میتونه پیامدهای بدی داشته باشه. ضمن اینکه از اونجایی که خب فوتبال ورزشی هستش که توجه های جهانی و رسانه های جمعی رو به خودش تخصیص داده در اکثر نقاط دنیا، میتونه اون ذات به نوعی ترکوبگرایانه آل سعود رو هم برای مردم در همه دنیا هویدا بکنه. بله، تشکر میکنم از همراهیتون. ارسلان اشرفی، روزنامه نگار ورزشی از تهران همراه ما بودند.